با سلام و درود حضور بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان کانادا ITC هر کجای این سرزمین بزرگ کانادا هستید و هم میهنان و فارسی زبانانی که در آمریکا و در سایر نقاط صدای ما رو میشنوند و یا تصویر ما رو میبینند. من سعید سلطانپور مجری برنامه سقف شیشه‌ای در روز پنجشنبه 12 نوامبر برنامه این هفته رو خدمت شما عزیزان عرضه میکنم. برنامه در دو قسمت، همونجوری که دوستان میدونند، بخش اولش رو این هفته مهمون برنامه‌مون یک مصاحبه تلفنی داریم با آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عضو ملی مذهبی ها که در تهران هستند. و بخش دوممون در بخش اول در رابطه با جنبش سبز و سوالاتی که ازشون خواهیم کرد، و بخش دومش هم مصاحبه خواهیم داشت تلفنی، اون هم با خانم مونیکا جلیلی، خواننده فولکلور که به فارسی میخونن، البته ایرانی تبار نیستند، و هفته گذشته اینجا تو تورنتو کنسرت داشتن و متاسفانه به دلیل کمبود وقت ما و همیشون نتونستیم مصاحبه حضوری باشون انجام بدیم. در حال اگر اتاق فرمان آقای رامین دوست عزیزمون حاضر باشن، این مصاحبه رو ما پخشش کنیم، مصاحبه با مرتضی کاظمیان در رابطه با تفکر جنبش سبز، سوالی که این روزها بسیاری از ایرانی ها مخصوصا خارج از کشوری ها میپرسن که واقعا تفکرش چیه. در حال در این راستا ما ادامهش بس با هم زحمتی که شما میکشین و فعالیتی که دارین، میشه لطف کنید شما بگید که تفکر جنبش سبز چیه؟ چون بیرون بحثای زیادی که میشه، ما از بیرون که میبینیم یک تفکر یک گونه همگونه به نظر نمیاد. شما چگونه میبینید؟ خب در حال در ابتدای یه توضیح مختصر رو عرض کنم که در ذیل اون چیزی که به عنوان جنبش سبز ما تعریف می‌کنیم، یک ماهیت از جنبش اجتماعی قابل مشاهده هستش، و جنبش اجتماعی با تعریف عام کردش میشه واکنش هستش به وضع بحرانی که اغلب از طریق شکل‌گیری یک هویت مشترک به عنوان یک اساس نو برای همبستگی جمعی رخ میدن، و به این معنا جنبش اجتماعی مسئول یک کنش یا اقدام جمعی و تجلی احساس محرومیت مردمی هستش که به هویت مشترک جنبش پیوند خوردن. جنبش سبزی که در حال حاضر معروف و مشهور شده در ایران، شاید به طور مشخص نقطه اصلش همون انتخابات 22 خرداد بود و اتفاقاتی که با اعلام نتایج رسمی از سوی مراجع زیرفت کلید خورد، و متعاقب اون عدم پذیرش نتایج رسمی اعلام شده از طرف نامزدهای معترض به طور مشخص آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی، و به خصوص این که در حال مردم که حمایت میکردن از این دو نامزد و فعال شده بودن در انتخابات و یک حضور چشمگیری رو در انتخابات 23 خرداد از خودشون نشون دادن، اینها معترض بودن نسبت به نتایج رسمی اعلام شده، و یک امر مشترکی رو افکار عمومی و اغلب مردم وجدان کرده بودن به این معنی که معترض شدن نسبت به نتایج انتخابات، و اون فرایندها اتفاقات بعدی رقم خورد که ناشی از خب یک سرکوب خشن و برخورد خیلی خونین با معترضان بود که در مقاطع مختلف خودشون نشون داد، با بازداشت‌های گسترده‌ای همراه شد. اتفاقات بعدی نظیر دادگاه‌هایی که برگزار شد، اعترافاتی که از برخی از متهمین پخش شد، و همینطور تداوم سرکوب‌ها و محدودیت‌ها علیه فعالین جنبش سبز، به طور مشخص نمادهای اون مثل آقای نورسن موسوی، مثل آقای کروبی، که این پکیج، این مجموعه به هر حال خودش رو زیر اون جنبش سبز تعریف کرد. نکته قابل توجه این هستش که این مجموعه با وجود همه تکثر و تنوعی که از طیف‌ها مختلف در بر گرفته این جنبش سبز، اما تقریبا همه در مورد لزوم برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و پیشبرد دموکراتیزاسیون در ایران به یک اجماع و یک اتفاق نظر رسیدن، و صرف نظر از در واقع رویکردهای ایدئولوژیک، نقطه عزیمت‌های مختلف فکری سیاسی، به یک منافع مشترک رسیدن و یک افق مشترکی رو پی می‌جویند، که باز من باید تاکید کنم که این جنبش سبز یک شاخصه‌های جدیدی رو در جنبش‌های اجتماعی ایران از خودش نشون میده که شاید می‌تونیم بگیم نسبت به اون که در تاریخ سیاسی معاصر ایران حداقل در تاریخ یک سال اخیر ما شاهدش هستیم، یک شاخصه‌های متفاوتی رو نشون میده، مانند بردباری، مدارا، عقلانیت، پرهیز از خشونت،
نوعی از صبوری و خویشنگاری، رفتار مدنی، پیوند با مدنیت و کنش اخلاقی و اخلاق مداری که اینها از زوایای مختلف در مقاطع مختلف خودشون رو ظاهر کردن، بروز دادن، به ویژه در حتی همین راهپیمایی های خیابانی که به نظر میاد حد اکثر رفتار مدنی شهروندان معترض و لایه های اجتماعی که معترض بودن به نتایج انتخابات برون ظهور پیدا کرده. خدمت شما عرض کنم که البته صحبتتون شد، یک نکته ای که هست اولا اینکه دقیقاً درست فرمودین شاخص ها شد، ولی واقعا به این دلیل هم جنبش تونستش که خب هم جهانیان رو بگیره، همین که داخل کشور سرکوب نشه. ولی آیا مردم به غیر از این اون بخش های اومدن تو خیابون، آیا به غیر از این چاره ای داشتن؟ چون بعد از انقلاب 57 هر جناح حاکمیت ایران جناح دیگر رو که باخته رفته به سمت این که حسب فیزیکی کنن. من این سوال از 4 کاندیدای انتخاباتی کردم موقعی که بودن و البته هیچکدومشون جواب ندادن، اینی که هر کدومشون که میرن جناح دیگر حذف میکنن. خب قاعدتا اینا هم قرار بودش که جناح دیگر هیچ ابایی هم نداشتن که حذف فیزیکی بکنن. شما چرا فکر میکنید که مردم بردباری نشون دادن؟ به غیر از اون مگه چاره دیگه هم داشتن؟ راه دیگه هم داشتن؟ این که مردم چاره دیگه داشته باشن یه بحث هستش. این که تجربه کنش سیاسی مردم ایران در مقاطع دیگر یه بروز ظهورها و کنش های دیگر رو از خودش نشون داده بحث دیگری است. من عرض من ناظر به این هستش که به هر حال نهادهای مدنی در ایران و لایه های اجتماعی حامی این دموکراتیزاسیون در حال حاضر به نظر میرسه به این بلوغ رسیده، یا حتی اگر کاملا پراگماتیستی و واقع‌بینانه بخوایم نگاه کنیم و تحلیل کنیم، حداقل با تحلیل جدیدی از وضعیت موجود به این برآورد رسیدن که بهتر هستش که شاخه گل اهدا کننده نیروهای سرکوبگر یا به هر حال با بالا بردن دست خودشون به نشانه پیروزی یا بستن دهان خودشون و یا حداقل به هم داشتن نشانه های سب اعتراض خودشون رو نسبت به روندهای موجود و نتایج رسمی انتخابات ابراز کنن، تا مگر این مجموعه اعتراضات و این مجموعه برآوردها و بروز ظهورهای اجتماعی جریانهایی که مسلط هستن در حکومت رو به این نتیجه برسونه که برای دامن در واقع رسیدن به یک نقطه ایران برای کشور و تمام مردم چاره‌ای نیست جز اینکه در حال کمکین کنه به خواستهای بخش قابل توجهی از جامعه که معترضن به نتیجه انتخابات. جناب کاظمیان، دیروز آقای زرقامی حکم بعد از حکمی که از آقای خامنه‌ای گرفتن دیروز برای اولین بار بعد از 5 ماه در مقام پاسخگویی به این عدم برگزاری پوشش خبری مخالفان کردند و ایشون گفتن که ما بودیم که رادیو تلویزیون بودش، تلویزیون بودش که باعث شد که موسوی 13 میلیون رای بیاره. شما فکر می‌کنید واقعا این باعث اگر تلویزیون پوشش نمی‌داد واقعا همچین اتفاقاتی نمی‌افتاد؟ یعنی موسوی نمیتونست بیاد بالا، یعنی که واقعا یک مردم خواهان تغییر بودن؟ شما چگونه می‌بینید؟ اعتراض کنم که صحبت آقای زرقامی یک مفروض داره به اون که آرای آقای میرفتن موسوی 13 میلیون هست، مفروضی که خب معترضان به نتایج انتخابات با اون همدل نیستن و کاملا متفاوت نگاه میکنن به نتیج انتخابات. و چه دیگر در اون صحبت که من باید ششار کنم این هستش که اساسا یک خواست و اراده از تغییر در لایه های مختلف اجتماعی به ویژه در طبقه متوسط مدرن در ایران در چند ماه مونده به انتخابات به تدریج بروز ظهور پیدا کرد، از استقبالی که شد در واقع و اقبالی که شد به آقای خاتمی به خصوص قبل از اینکه آقای میرسن موسوی نامزد بشن، این کاملا آشکار بود که یک اتفاق جدیدی در جامعه ایران رخ داده که متأثر هستش از 4 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و گروه همفکرش و حضور اینها در حکومت. به این معنا این خواست تغییر رخ داده بود. اما من این نکته مهم رو هم منکر نمیشم که به هر حال نحوه پخش برخی از برنامه‌ها که استثنا و برای اولین بار امسال از رسانه ملی صورت گرفته پخش شد، این هم در اون تیراژ گسترده به خصوص مناظرهای تلویزیونی، خب به مثابه یک اتفاق جدید و کاملا تاثیرگذار تونست کمک کنه به افزایش مشارکت عمومی. اما اینکه این مشارکت عمومی آیا سمت توش معلوم نبود، به عقیده بنده کاملا سمت توش معلوم بود، به این خاطر که بخش قابل توجهی از شهروندان رسیده بودن به این در واقع امر و این هدف که باید برای اصلاح وضع موجود جریان مسلح در قوه مجریه تغییر کنه. و به همین خاطر بود که اون اتفاق مهم در 22 خرداد و مشارکت تقریبا چشمگیر به وقوع پیوست. البته من همچنان که عرض کردم هیچ قابل انکار نیست نقش صدا و سیما به عنوان پرتیراژترین و فراگیرترین رسانه که در کشور در حال فعالیت است و تقریبا هیچ رسانه‌ای نمیتونه رقابت کنه با ابعاد فعالیت صدا و سیما. خدمت رو ارز کنم که البته نکته که آقای زرقامی گفتن البته میدونم شاید شما مایل میتونید هم پاسخ ندید به دلیل اینکه سوال شما نیست در حال، ولی ایشون میگفتن که ما آقای موسوی و کربی رو نگفتیم بیاد به دلیل اینکه قواعد دموکراسی رو بلد نیستن. آیا واقعا تو ایران تعریف قواعد دموکراسی هستش؟ اصلا قواعد دموکراسی ما داریم یا کی این تعریف میکنه قواعد دموکراسی رو که اونها رعایت نکردن، یا حداقل نسل بعدی ها یا نفرات بعدی بتونن رعایت بکنن؟ اون چیزی که
اون چیزی که آقای زرقامی به عنوان قواعد دموکراسی ازش یاد میکنن شاید در واقع تقلیل یافته این باشه که یک